در آغاز برنامه نگاهی میکنیم به خبرهای اعتراضی که همکارم به اطلاعتون میرسونه. با سلام به بینندگان برنامه قیام ایران، به چند خبر اعتراضی توجه کنید. شنبه بازاریان و کسبه بانه 21مین روز اعتصابشان را ادامه دادند. این اعتصاب در اعتراض به بستن معابر مرزی از سوی رژیم آخوندی و افزایش تعرفه گمرکی برپا شده است. روز گذشته رژیم آخوندی به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت، نیروهای ویژه خود را در سراسر مراکز مهم شهر بانه مستقر کرده بود. جمعی از مردم بندر ماهشهر در اعتراض به تجزیه این شهر توسط رژیم آخوندی در مصلای ماهشهر تجمع کردند. تجمع کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: ماهشهری میمیرد، ذلت نمیپذیرد. بندر کهن ماهشهر را تکه تکه نکنید. محدوده خط قرمز ماست. کشاورزان معترض روستای شاتور در اصفهان با ماموران یگان ویژه درگیر شدند. این درگیری زمانی به وقوع پیوست که کشاورزان قصد داشتند در اعتراض به انتقال آب کشاورزی به صنایع فولاد لوله‌های آب را تخریب کنند. حدود 3 ماه است که کشاورزان محروم شرق اصفهان در اعتراض به حقابه دست به اعتراض و اعتصاب‌های متعدد زدند. اما رژیم آخوندی با سرکوب و هجوم شبانه به خانه های آنها و دستگیری پاسخانها را داده است. ماموران رژیم آخوندی در وحشت از گسترش اعتراضات و تجمعات با گسیل کردن گله های نیروی انتظامی و لباس شخصی های مزدور اطلاعات آخوندی مانع از تجمع غارت شدگان کاسپیان در نمایشگاه کتاب مصلای تهران شدند. یکی از شهروندان در خرمشهر از برخورد وحشیانه ماموران سرکوبگر رژیم و ضرب و شتم هواداران فوتبال در جام حذفی فوتبال ایران به میزبانی خرمشهر فیلمی تهیه کرد و در فضای مجازی در معرض دید همگان قرار داد. Come on.